بنام نام یاد خدا سقاوی دوم قسمت اول هنگامی که ربانی مسعود همراه و دیگر دسته ها و گروپ های زد و خراسانی داخل شهر کابل آورده شدن دیگر تمام شهر غریق بهر آتش و خون گردیده و تمام کشور به سوی یک بیسواتی فزون از حد کشانیده شد در خراسان هزارها منبع به میان آمد و یک انارشی عمومی که مانند ثقاوی نخست و اما در کیفیت ظرفیت و کمیت نسبت به آن به دوره سنگین و خطرناک بود به وجود آمد شماری از رادیوها و خبرنگاران بین المللی نیز به این موضوع گرمی و شدت بخشیدند که اینک در خراسان حاکمیت انعنوی پشتونها پایان یافت و پس از حبیبلای کلکانی این بار دوم است که تاجکها به قدرت میرسند خود مسعود تای مصاحبه اظهار داشته بود که پشتون ها 150 سال حکومت داشتند و حال که نوبت ماست با ما مخالفت صورت می گرد. آنها با همین اندیشه و عقیده داخل کابل شدند. در ظاهر با پرده انقلاب اسلامی، جهاد و تفکر و عقیده اسلامی، دوستان مزاری و شمار دیگری از اشخاص، افراد و گروپ ها و دسته ها راهی مشترک را تای می کردند. آنها نیز از حضرت سبغت لا مجددی همان سود مذهبی را برداشتند که سقاو نخاص یعنی بچه سقاو از ملای شور بازار گرفته بود. آنها در ظاهر سبغت لا مجددی را برای مدت دو ماه در تمثیل ممثل دولت اسلامی پیش کشیدند. اما اختیار اصلی به حضرت صاحب نبود. چرا که او فقط تمثیل می کرد اختیار و قدرت که به دست کسی دیگری بود تمثیل همین را می گوین که کسی کار یک شخص اساسی و اصلی دیگر را انجام دهد. مدت دو ماه از حضرت مجددی کار گرفتند تا اندیشه های جهادی را در وجودش به سردی برسانند. مثل که ملای شوربازار بر ضد غازی الله خان از رای فتو زمینه زمینی بغاوت و رسیدن به قدرت را برای بچه سقاو آماده کرد، همین قسم حضرت صاحب نیز به عنوان یک بازیگر انقلاب است. اسلامی در پشت پرده زمینه اختیارداری و به حاکمیت رسیدن مسعود و ربانی را آماده کرد. صادق مجددی هم که در برابر امان الله خان از بچه سقه و جانبداری کرده بود پسانها پشیمان و حضرت مجددی نیز بعدها از ربانی و مسعود روگردان شده و جانب حکمتیار را گرفت. هنگامی که ربانی و مسعود بر تخت کابل آمده و در آن لنگر انداختن در پهلوی تحرکات و فعالیت های قبلی کوشش های زده ملی را نیز آغازیدن آنها به قومی ها و هم زبان هایشان می گفتن که همین وقت نوبت ماست باید در پهلوی ما استاده شوید این تبلیغات و تحریکات به صورت عام در بیشتر جاها و اما به طور خاص در منطقه شمالی بسیار محسوس بود آنها به مردم شمالی این گونه تبلیغ می که پشتیبان و همراهشان باشند ورنه اگر این بار پشتون ها پادشاهی را گرفتند سر و مال و ناموس مردم شمال در خطر خواهد بود اگرچه که هیچ گام مسعود و ربانی چنان که نویسنده می گوید نگفته بودن ولی چنین شد که همه جهانیان دیدن و شنیدن و شماری از مردم شمالی به همین تبلیغات آنها گوش داده زیر تاثیر رفته و از آنها پشتیبانی میکردند در کابل فرماندهان منطقه کهدامن اتحادیه خاص ایجاد کرده و با نام شورای بازسازی کهدامن زمین یک شورای دیگری را که در آن اشخاص ضد خراسانی گرد ام آمده بود تشکیل کردند ربانی در یک نشست خصوصی به رفقای تنظیمی و زبانی خیش گفته بود ما باید هرگز اشتباه امیر ولای کلکانی را تکرار ننماییم یعنی حاکمیت و قدرت را نباید رها کنیم آنها به نام حبیب و بچه سقاط تا بدان حد علاقمندی داشتند که به نام او دسته های نظامی قومی نیست ساختند و بر برخی از جاهای عسکری یعنی نظامی نام بچه سقاو را گذاشته بودند و در حصه سیوم خیرخانه نزدیک سینما قرارگاهی از مردم شمال قرار داشت بر دروازه قرارگاه نوشته شده بود قرارگاه شهید امیر ابیولای کلکانی در داخل ریاست عمومی استخبارات که آن را ریاست امنیت ملی می گفت یعنی در دفترهای آنها سخنی از بچه سقاو و گونه شعار نوشته شده بود و این سقاوی ها با یاد آن سقاو و ابدیت بخشی خاطره آن در منطقه کلکان کابل لیسه ای را به نام او نیز نامگذاری کرده بودند این لیسه در مسیر راه کابل سالنگ در کنار جاده عمومی ساخته شده و در لوحه آن اینچنین نگاشته شده بود لیسه شهید امید حبیبالله کلکانی روز این مسعود شماری از شش سفیدان و جوانان منطقه کوهدامن شمالی را در جبل سراج گرد کرده بود و در برابر قلعه از یادگارهای مانده از زمان حاکمیت بچه سقاب استاده شده و از آنها پرسیده بود که این جایگاه را چی می نامد؟ باز گفت این را قلعه سوخته می نامند. چرا به آن قلعه سوخته می گویند؟ برای آن که این قلعه را بچه سقاو ساخته بود وقتی که بچه سقاو شکست خورد لشکر نادر خان آن را با آتش کشید آنگاه مسعود بانها با گفت خوب وقتی که گپ از این قرار است اگر این بار پشتون ها آمدن همین گونه خواهند کرد و تمام این قله ها یعنی خانه ها را می سوزانند. حال دیگر به خوشی خودتان که در کنار من و ما, و ما قرار می گیرید یا خیر؟ بر مبنای همین روش و پالیسی سقاوی بنی و مسعود بود که در هنگام حاکمیت خود برای بچه سقاو به پیمانه وسیع تبلیغات کردند. آنها می کوشیدن نام برده را به عنوان یک شخصیت مثبت در نصاب آموزشی مکاتب شامل و به دانش آموزان معرفی کنند و کوشش هم جریان داشت تا بچه سقاو را به عنوان یک حاکم و پادشاه قانونی بشناسانند. هنگامی که در ماه عمل 1375 خورشیدی زن بیوی حبیب الله کلکانی وفات کرد این خوبترین وقتی بود برای نشان دادن احساسات سقاوی های جدید خبر مرگ او را و بسیار شان و شوکت از راه رادیوی کابل نشر کردند حجیب این بود که این زن زن نخستین حبیب کلکانی بود و کلکانی در هنگام قدرت و حاکمیت از آن زن بریده و آن زن پس از قطع مراوده با کلکانی تا همین ایام و مرگ در شهر مزار شریف میزیست. اما سقاوی ها امروزی به او ملکه خطاب کردند و مراسم فاتح او را به رسمشان و شوکت سقاوی خیش به اصطلاعی به گونه دولتی گرفتند. رادیوی کابل خبر مرگ او را چنین نشر کرد. نسبت وفات ملکه سنگری خانم پادشاه شهید شاه سابق خراسان امیر عبیبلای کلکانی خادم دین رسول الله که در مزار شریف دایه عجل را لبیک گفته فاتحه ملک سنگری از طرف اتحادی باستادی کهدامن در مسجد حضرت علی کرم الله وجهو به تاریخ چارده یک سیزده سده افتاد پنج اخز می گردد. این سقاوی ها نه تنها از دیدگاه اندیشوی و فکری مانند سقاوی های گذشته که از نظر عملی نیز مانند همان بودند. اما در افراد مقدمتر از گذشتگان، اینجا قسمتی از ناول داستان بلند یک نویسنده خارجی را می آورم که در باری چور چپاول و عمال ناشایست سقاوی های اول نوشته است. خاننده این نوشته را بخواند، آنگاه خواهد گفت که ماهیت هر دو دوره یکی است، فصل 22 این اثر را که تباهی کابل انوان دارد روی شما خواننده های گرامی می گشایم. بخوانید ببینید و با تباهی و ویرانی امروزی کابل مقایسه کنید. بچی سقاو به ارگ نکاخ سلطنتی داخل شد لشکریان وحشی خود را به غارت شهر فرمان داد. لشکریان سقاوی به چهار سوی شهر پراگنده شدند پیش از همه شهر را غارت کردند. دکان های کوچک و بزرگ را از جاهای کار و کارخانه ها هر چیز را چور کردند در برابر دید دکانداران هست و بود دکان را می بردن و می رفتن. آنها در حضور افراد و چپاول همه چیزهای قیمتی فرمان دادند اما مردم با شکیبایی و صبر و تمام و دهان خاموشی و ایرانی خانه های خود را تماشا می میگویند می تماشای سوختن مال نیز غم بزرگی است. در آغاز، که داکوها و غارت دست بردن یک آدم مردم جان فدا و دلاور در فکر جلوگیری از اعمال آنها شدند مگر داکوها بسیار زود به آور آنها آتش گشوده و جا و جایشان کردند دیگر کسی جرات نکرد و همه سرکوب شدند و در حراس افتادند دکانها را رها کرده و در گوشه دورتر ایستادند لشکر سقاوی ها همه چیز را یکی پس از دیگری غارت کردند آنها تنها به گرد آوری مال و اشیای مردم بسنده نکردند به یک تعداد دکانها آتش افگندند کاخهای زیاد و رنگ و رنگی را در برابر دیدگان مردم آتش زدند و به خاک و خاکستر مبدل کردند وقتی که سپاه سقاوی شهر را غارت کردند به خانه ها روی آوردند شماری از مردم در هایشان را بستند و همراه فرزندانشان در اتاق خانش هستند دکوهای وحشی در ها را شکستند و از راه زور به درون خانه ها ریختند و پیش از هر چیزی داشته های خانه ها را به غارت می بردن طلا نقره و زیور خانم ها را می جستن. و در پایان به بیزتی دوشیزه های زیور نیز پرداختند در حضور پدر و مادر دختران جوان با آنها دستاندازی کردند دختران از درس وحشی ها خود را در آغوش پدر و مادر می انداختن. اما وحشی ها از آغوش پدر و مادر بیرونشان میکردند. اگر کدام پدر مادری مقاومت می کرد و ناموس فرزندش را میخواست، او را با نصار گلوله نقش زمین میکردند. چهرههای چهره های وحشی و بربری در برابر چشم بسیاری از پدران و مادران در حق فرزندانشان ناروایی کردند. اگر کدام دختر پاک از خواست وحشیانی آنها سر باز میزد جزای آن بدون کدام خوب و بد مرگ بود این وحشی ها و حیوان های حراس انگیز انسان ما در کابل پخش شده و در هر جاده و کوچه و بازار به ظلم ستم دست برد یازیدن و در برخی از مردمان و رشتفیدان که تنگ دست بودند چیزی نمی داشتن. و به بسیار مشکل می توانستند عزت و آبرویشان را در برابر این وحشی ها حفظ کنند این نا انسان ها با آنها می گفتن که چرا داشته و دولت ندارید و آنها را با قصابت تمام از کلبه ها بیرون و با تازیانه داغ داغ می کردن. در سقاوی دوم نیز عین همین حالات تکرار شد اما از سقاوی نخست چند تفاوت اساسی داشت این دوره سقاوی نسبت به آن دوره پنج چند زیادتر بود. آن سقاوی شگفه های تازه از امید تمدن جدید را پشت و این سقاوی تمدن پینجا ساله و همه ساختار دولتی منظم را از میان برداشت. همان گونه که عمر سقاوی دوم از یکم زیادتر است، همان گونه زیان های وردی آن نیز زیادتر است. متحرک و یا گرداننده سقاوی اول یک شخص احمق نادان و بی سواد بود و زیانهای فراوان وارده در کشورش را از روی جهالت و نادانی و حماقت جامعه عمل بخشید و دسته ها و اطرافیانش نیز همین گونه بودند و اما بازیگران دوری ثقاوی دوم به گونه شعوری و آگاهانه دشمنان کشور بوده و به گونه آگاهانه می خواهند پایه های روبرشت و شکوف های کشور را خراب و وحدت و تناسب ملی را برباد داده و میهن را به تجزیه روبرو کنند. سقاوی های نخست به غیر از انگلیس ها که آنها نیز از اینها به عنوان یک وسیله سود بردن با کشورهای دیگر کدام پیمان پنهان و آشکار را در زدیت با کشورشان انجام ندادند، و نه به این مسائل میفهمیدند. اما سقاوی دوم از تمام کشورهای دور نزدیک همسایه و با کشورهای دشمن در ویرانی و بربودی خراسان یک جا سر شورانده و هر کسی در راهیابی این کار راه و زمینه را هموار کردند. رنج ها، درد ها و زیان های دوری سقاوی دوم نسبت به آن یکی دیگری زیاد است. اینجا درباره گردانندگان و بازیگران اصلی دوری سقاوی دوم ربانی و محسود درباره اداره نامنهاد آنها و زیانهای وارده از سویشان چیزی می نویسیم و می آوریم. ربانی در نقش فکری کارمل و عمل بچه سقاو در میدان سیاسی دو دهه گذشته یعنی دو دهه اخیر برهان دین ربانی همان چهره مبتزل و نارواز که روز و روز برخواه منفی شخصیت و جوهر اصلی کرکتر او هویدا می شود. او تا یک مدت موفق کردید که چهره اصلی و بوتنی خود را از مردم پنهان دارد. در صفوف تحریک اسلامی خود را تنظیم و پس از تجاوز اروس ها با یک شخصیت مصنوعی تبارست کند. در دوره جهاد نیز در باره شخصیت او شک های پدید آمده بود اما از آنجا که در آن ایام میدان مقابله و نبرد خراسانی با روز ها گرم بود لذا در مورد او کسی چندان فکر و تشویشی نمی کرد. در دوران جهاد و در صفوف جهاد خود و تنظیمش در برابر دشمن و عنوان عامل اساسی چندان مطرح نبود بلکه نقش یک تنظیم و شخص گزاره کننده را داشت گفته می شود که خانواده برهاندین الدین ربانی در گذشته ها از تاجکستان به خراسان کوچیده باشد او فرزند محمد یوسف و در سال 1319 خورشیدی در فیض مرکز ولایت بدخشان تولد شده و در سال 1326 خورشیدی در مکتب متوسط فیضاباد شامل و در سال 1335 سی در مدرسه ابو حنیفه کابل که آن وقت به العلوم دارالعلوم شرعیه یاد میشد در صنف نهم آن شامل گردید و در سال 1338 سی از صنف این مدرسه فارغ و در سال 1339 سی خورشیدی در دانشکده شرایات دانشگاه کابل شامل شد و در سال 1344 خورشیدی از دانشگاه کابل فارغ و در کدر علمی دانشکده شرایط انتخاب کردید. و در جوزای سال 1345 خورشیدی از دانشگاه الازهر مصر سند فوق لیسانس به دست آورد و در جوزای 1353 خورشیدی به پشاور پاکستان آمد و در آغوش آیس آی پناه برد و از همان تاریخ تا ماه سور 1371 خورشیدی در پاکستان بسر برده و به فعالیت های سیاسی روی آورده بود. برهان دین ربانی چنان یک شخصیتی هست که ظاهر و باطن آن یکسان و همگون نیست. حالات گوناگون زندگی شخصیت او را مطابق هر آلت دیگرگون کرده و او نتوانست ارزش خود را به مسابق یک شخصیت مثبت و باثبات حفظ کند. شخصیت او در دوره های مختلف و مانند آبی که در هر ظرف بیفتد شکل و رنگ همان ظرف را می و در هر خم و پیچ زندگی رنگ ها و شکل های گوناگون گون داشته است پیش از سال 1352 خورشیدی ربانی در داخل کشور فعالیت های محدود سیاسی را پیش می بود. از سال 1353 خورشیدی تا 1371 خورشیدی سالهای جهاد ربانی به حساب می آید. از سده تا 1375 افتاد پنج خورشیدی و سالهای پس از آن از او در هر یک مقت زمانی یک ربانی جداگانه را می نگریم. پیش از آمدن به پشاور ربانی صفات اخلاقی جداگانه و به خصوصی داشته است. برید جنرال الکساندر لیا که یک از فرماندهان برجسته قطعات نظامی پیاده اتحاد شوروی در خراسان بود به حواله استخبارات روسی می نویسد. ربانی از لحاظ پاکی و صفات ظاهری شخصیتی هست ناتوان و به اختیار این خصوصیت او یادآوری است. او شخصیت ایام جوانی او در همان ایام جوانی با, با خانواده کریمبای نزدیک شده و روابطی پیدا می کند. منزل کریمبای در شبها شاهد اشرتها و خوشگذرینه ها می بود. در این مجلس ها به عزت دوشیزه های نوجوان تجاوز می شود. بیشتر ایام جوانی او در همین محفل ها گذشته است. او در برابر بس و از مسائل و مواردی که از جهات اخلاقی هم از نگاه فرهنگی و هم از دیدگاه اصول و احکام اسلامی در جامعه ما جرم منارواست یا تفاوت است یا هم ناتوان یکی از همدیاران او که پس آنها در دانشگاه دعوت و جهاد وابسته به عبدالرسول سیاف حیثیت استادی را یافت یک جا با ربانی در یک دانشگاه تحصیلات عالی را حاصل کرده در همان دانشگاه دعوت و جهاد در حضور شمار زیادی از دانشجویان این قصه در مورد شخصیت اخلاقی خود و ربانی بیان داشته است چون من و ربانی هر دو در یک دانشگاه به فراگیری مشغول بودیم و از سوی دیگر هر دو همدیار یعنی وطندار آنگاه که عزم کشور مصر را به خاطر تحصیلات عالی کردیم هر دو به مشوره پرداخته و تصمیم گرفتیم که برای هر دو خانواده یک منزل را تهیه کنیم و زن صاحب خانه نیز می تواند با خانواده های ما یک جا باشد ربانی پذیرفت و همین طور هم کردیم در برخی غرب شهر کابل منزلی را که به کرایه گرفتیم و خانواده های من را به آنجا انتقال دادیم. سپس هر دو غرض فراگیری دانش های عالی راهی مصر گردیم. هنوز یک سال از سفر ما نگذشته بود که از کابل از سوی یکی نزدیک های من نامه به من رسید. در نامه نوشته شده بود که همسایه ها و مردم دیگر در مورد خانواده تو و ربانی چی چیزهایی میگویند. و از یگان ضعف های اخلاقی قصه میکنند. اگر می خواهید خانواده هایتان را از دیدگاه مسائل اخلاقی در امان نگه دارید تحصیل را رها کرده یک بار بیایید و غم زن های خود را بخورید با آن که این نامه انوانی من نوشته بود اما من موضوع را با ربانی در میان نهادم چون در مورد خانواده های اردوی ما چیزهای نوشته شده بود وقت ربونی خان بدون کدام اصل عمل جدی با اصابه آرام پاسخ داد. در رخصتی اخیر سمستر که رفتیم باز در این مورد نیز غور خواهیم کرد. و که هر دو هنگام تعطیل درسها، دانشگاه و کابل آمدیم من به صورت نهانی اینجا و آنجا از همسایه ها و کسان دیگر در مورد پرسش کردم و به این باور بودم که نشود خودی های من خبری و گپی را از خود ساخته باشد اما پرسش ها و کنجکاوی من نتیجه داد که هر و گفته و نوشته و اطلاعی همدیار من حقیقت داشته است در رک رک جانم و در مغز من تبی پیدا شد یک بار دیگر با ربانی صحبت کردم اما او خود را به خبر جلوه داد و پشت گپ نگشت من در همان وقت زن خود را طلاق دادم اما ربانی تا حال با او شب روز میگذراند اینکه از دیدگاه دیگران شخصیت اخلاقی ربانی چگونه تعبیر می شود مسئله است جداگانه اما از دیدگاه دانشمندان روانشناسی ساختمان فیزیکی خود ربانی یعنی روی چشم ابرو و ساختار آواز و حرکات گواهی است به برخی از ضعف های اخلاقی و ناتوانی او پیش از آمدن به پشاور شخصیت فردی او بیشتر مورد حمله بود از جهت خود و خانواده داشت اما وقتی که روس ها بر خراسان تجاوز مسلحانه کردند بازار تنظیم ها گرم شد و پول بیشماری از سوی غرب سرازیر گردید آنجا بود که دیگر از ربانی هم آدم ساخته شد رهبر یک تنظیم گردید و پس از آن هوای رهبری کل کشور بر سرش زد در سالهای جهاد نیز نقش او تعیین کننده و قاطع نبوده است در این هنگام نیز برای کسانی که از دید شخصی سیاسی و شخصیت اخلاقی او شک های پدید آمده و او را یک شخصیت به اراده و سس انصار می گفتند از سودهای فراوان بردن و نیز از آن همه کمک های خارجی که به نام تنظیم جمعیت بدون کنترل و بازپرسی داده می شد به خاطر توارز خیش استفاده کرد هر یکی به کوشش و پشتبانی یکی از کشورهای خارجی برای خود یک اداره محلی و منطقوی ساخت ربانی به خاطر بیکفایتی هایش مجبور به این گردید که حرف هر یکی از آنها را بپذیرد حتی بدان حد که از رای برخی ارتباط های دیگر میخواست آنها را به خود بکشاند تا به رهبری او زیان وارد نیاید باری به با احمد شامسود پیشنهاد کرد که با او خشاوندی بکند و همین طور فرماندهان دیگر را در دوران جهاد با آنکه از نگاه جنگی سهم و نقش ربانی نسبت به حکمتیار کمتر بود همه اوای کشور داری و حاکمیت و قدرت رسیدن را زیادتر از او و دیگران در سر می پرورانید. و این عشق محبت او را تا سرحد عقده روانی کشانید به همین خاطر آهسته آهسته در جستجوی راه سازش توطیه و اطلاف کردید نویسنده با نام عبدالحمید مبارز که اثری به نام از سقوط سلطنت تا ظهور طالبان را نگاشته و در آن با ربانی و دیگر گروه های ستمی هم دردی بیان داشته این کتاب در مورد وقایع و رخدادهای های چند های اخیر نویسنده با تمام تمایلات یک جانبه نتوانسته ربانی و تنظیم اود را راه های اسلامی و به خاطر ماندن در کرسی قدرت پنهان دارد او میگوید جمعیت اسلامی ربانی که از ایدیولوژی سید قد و حسن البنا متاثر بود و تحت تاثیر لیبیا و ایران در قسمت یک دولت خالص اسلامی قرار داشت دیگر به تدریج تمایلات سیاسی آن بر تمایلات بنیادگرایی آن تفوق حاصل کرد دیگر برای احیا و تاسیس یک دولت اسلامی مبارزه نمیکرد، بلکه برای کسب قدرت مبارزه می نمود چنانچه از سال 1983 میلادی به بعد یک خط متدلتر را نسبت به حزب اسلامی اتخاذ کرد. چون برای اروسها شخصیت ناتوان ربانی از دیرگاه معلوم بود پس اروسها نیز در جستجوی آن شدند که با او روابطی را برقرار سازند از یک سو که در صفح های جهاد شگافی به وجود خواهند آورد و از سوی دیگر در تعمیل و تعمیم استراتیشی همیشگیشان در پی بی خراسان و به قدرت رساندن اقلیت ها کاری کرده باشند. به همین خاطر با مسعود و ربانی روابط نزدیک و شرین پیدا کردن. این ارتباط ها آهسته آهسته رشد کرده و آنگاه به با مرحله باور و پختگی رسید که ربانی در ترکیب یک حیات مجاهدین در حال که حکمتیار به صورت جدی به آن مخالف بود به مسکو سفر کرد و آنجا با مقامات اروسی و ارگانهای استخباراتی دید و بازدید به عمل آورد و به توافق میان هم رسیدن. اروس ها از پیش شرایط به حاکمیت رسیدن اقلیت ها را در کابل آماده کرده بودند. آنها در جریان سالهای پیش از بیروکراسی اداری گرفته تا تمام برخهای دیگر تا بدان حد کار کرده بودند که شرایط و امکانات را برای دیگرگونی منفی کاملا آماده شده بود به همین خاطر آقای پروفسور برهاندین ربانی را در مسکو در نقش کارمل اما به شکل ربانی و بعد مانند کارمل بر تخت نشاندند فرقشان فقط در همین بود که آنها با کارمل طور مستقیم آمدن از بازوهایش گرفتن و بر تخت نشاندن اما ربانی را از رای توتیه و مداخله و اطلاف سازش با فرستاده ها و دست نشانده تا کاخ حاکمیت یعنی ارگ همراهی کردند. آن اده از سازمان های استخباراتی که ربانی را به میدان قدرت و حاکمیت کشانده بودند، بر اقده های روانی موقف اجتماعی ضعف و ناتوانی شخصیت علاقمندی به قدرت و ظرفیت و کفایت او آگاهی کامل داشتند. این گونه اشخاص و افراد برای سازمان های استخباراتی بسیار مناسب هستند چرا که اداره کردنشان آسان است. به شخصیت سیاسی ربانی از این نیز می توان پی برد وقتی که در سال 1371 خورشیدی مجاهدین و ملحدین در شهر کابل با هم به جنگ درگیر شدند و به اصطلاح دولت اسلامی اعلان گردید آنگاه حضرت سبغه الله مجددی ممثل دولت اسلامی و ربانی رئیس شورای رهبری تعیین گردیدند مجددی به تاریخ هفت سور همان سال به کابل آمد و ربانی درست پس از راه ترخم به وسیله موتر روانه کابل گردید. و ربانی در چنان موتر سوار بود که در دو سویان تصویرهای از مسعود نصب شده و استاد در داخل موتر نشسته بود. او در همان وقت چنان از مسعود می ترسید که در موترش تصویرهای او را نصب کرده بود وقتی که به کابل رسید با تفنگداران هایش موجی کردید. که به او اجازه داخل شدن به ارگ را نمی دادن. دو ماه بعد برهاندین ربانی خود را رئیس جمهور دولت اسلامی خراسان اعلان کرد. اما باز هم چندان استقلال و اختیاری نداشت که مسعود و دوستم در یک سوی ارگ کاخ ریاست جمهوری تفنگداران مسعود قرار داشتند و در دیوارها تصویرهای از مسعود قرار داشت و در سوی دیگر افراد تفنگدار دوستم قرار داشت هر گاهی که ربانی به عرب میره فقط از همین دورا می توانست برود و بسا اتفاق افتاد که یا افراد مسعود و یا هم تفنگداران مریش های دوستم او را توقف دادند. چشم ربانی همیش به این تصویرها می افتاد. تصویرها بسیار بلند قرار داشتند در جاهای بلند نصب شده بودند. هر گاهی که رئیس جمهور آنجا می رفت باید از زیر این تصویرها می گذشت. و این رئیس جمهور این موضوع را به مفهوم کم اردش جلوه دادن خودش نمی انگاشت. هنگامی که ربانی خود را رئیس جمهور ساخت دیگر جاهای کشور چی که حتی که شهر کابل و چند قدرت جداگانه منقسم گردید و در داخل ارگ نیز ربانی حاکمیت نداشت و به او این ارزش نداشت که چقدر اختیار دارد و کشور در شوله های کدام آتش می سوزد. به او این مسئله ارزش داشت که مردم به او رئیس جمهور خطاب کنند یکی از اعضای جمعیت اسلامی که از دوستان بسیار نزدیک ربانی بود و با او نشسته برخواست همیشگی داشت می گوید وقتی که به استاد ربانی رئیس جمهور خطاب شود و در یگان مکتوبی از او به رئیس جمهور یاد گردد در لبهای او تبسم گونه میش گفت و خندان می شود برخی از دانشمندان جامعه شناسی به این باورند هرگاه افرادی از طبقه سوم در یک اجتماع صاحب قدرت و حاکمیت شود به طور قطع و ختم حسابات اجتماعی و سیاسی آن جامعه از بین می رود. آن دانشمندان میافزایند که چون این افرادی دارای بس و از اقده روانی، اقتصادی، جنسی و اجتماعی هستند. و گاهی که این عد افراد به قدرت برسن از همه پیشتر و بیشتر در اندیشه و زدودن و برآورده شدن سیراب گردیدن آن اقده ها خانواده خانوادی ربانی هم از دیدگاه اقتصادی و طبق سیوم ارتباط می گرفت. بنابراین به او هر چیزی بالا و حایز اهمیت می نمود که نسبت به زندگی طبقاتی و اجتماعی خودش در سطح بالاتر قرار می داشت. اگر صاحب حاکمیت و حکومت او در شهر کابل تا دو کیلومتر هم می رسید و یا از آن کمتر به او بسنده بود چرا که در شرایط حادی حتی به همین اندازه هم به او چیزی نمی رسید و باز از همین سبب بود که او تا آخرین حد می کشید تا همان یک دو کیلومتر هم از دستش نرود و پافشاری می نمود که رئیس جمهور خراسان است به خاطر عشق و محبت از حد بیش که به قدرت حاکمیت داشت خود را چنان در آغوش اروزها ها که به کارمل خود را رساند. نه کارمل بدون کمک شوروی ها زندگی و حاکمیت می توانست و نه ربانی بدون کمک اروزها. به همین خاطر هر دو حق بادار خیش را به با احترام فراوان ادا کردند. ربانی از کارمل هم پیشتر گام نهاد و در بر جهاد مردم مقدس خراسان خاک افگند. او که به جای شوروی ها در قدرت تکیه زدن از تمام جرم و جنایت مبرا و پاک اعلان کرد. وقتی که به تاجکستان سفر کرد در باره مقصد سفر و خواستن جبران خساره از شوروی ها پرسشی از او کردن. او در پاسخ گفت اصلا این گپ ها موضوعی بحث نشده بود در تاجکستان. فکر میکنم این گپ ها را مدبوعات تحریک کرده بود. چیزی که ما در آنجا گفته بودیم این بود که دولت اسلامی خراسان خواهان روابط حسنه با تمام کشورها و از جمله فدراتیو روسیه است ما گفتیم رژیم مارکسیست و قشون شوروی قبلی بالای خراسان حمله کرده بود آن رژیم را از بین رفته حالا فدراتیو تشکیل گردیده ما با مردم روسیه دشمنی نداریم و به همین خاطر روابط ربانی با اروس ها نسبت به کارمل هم شرین تر بود. کارمل روروی رو ها را به خراسان دعوت و خاک کشور خراسان را برای برآورده شدن خواستان ها استعمال کرد. و اما ربانی تا آن حد به اروس ها نزدیک بود که قسمتی از خاک قلم و سابقشان را در تاجکستان در اختیار او گذاشت و آنجا میدان هوایی کلاب را در خدمت او دادند. ربانی هم مثل کارمل در مورد تجاوز خارجی ها ماده که منشور ملل متحد را بهانه قرار داده و به دوان متوسل می گردید. کارمل می گفت قطعات محدود اتحاد شوروی بر اساس ماده که منشور ملل متحد به خراسان آمدند عربانی هم آنگاه که مسئولان ایران پس از رسیدن شهر مزار شریف به دست طالبان ایده بیشماری از قوای مسئله خود را در سرحدات خراسان جابجا کردند. کردن. اعلان کرد که دولت اسلامی خراسان بر, مب... بر مبنای ماده پینجاوی که منشور سازمان ملل متحد حق دارد از ایران کمک های نظامی به دست آورده و آنها را به خراسان دعوت کند. به صورت عمومی راه و روش کارمل و ربانی در برابر خارجی ها، دیگر و عروس ها و همسان و همگون بود، اما در چور چپاول، غارت و ویرانی عمومی و نیز دست از بیت المال یا دارایی آما باز ربانی در راه بچه سقاو راهی بود،